سلام دوستان عزیز، باز هم با یک ویدیو تازه آمدیم و امروز میخواییم براتان طرز بافت دستگیره پنکه‌ای را آموزش بدیم. امید است که چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و میتونین شما نظرات و پیشنهادات خود را در کامنت برای ما بفرستید. خب دوستان عزیز، میم و بافت دستگیره را شروع میکنیم. یک، دو، سه، چهار تا زنجیره. تا زنجیره اول با سلیپ استیچ یا پای پنهان وصل میکنیم. چین تری، سه زنجیره و نه تا دبل کروشت میزنید، نه تا پای بلند. یک، دو، سه، چهار، دوستان عزیز، نه تا پای بلند بافتیم. حالی با سلیپ استیچ یا هم پای مخفی به زنجیر سومی که در ابتدا بافتیم وصل میکنیم، ولی در این قسمت باید این پای مخفی را از این قسمت جلو بزنیم، چون ما میخواییم این قسمت چون میخواییم که دبل کروشتمون یا پای بلندمون از قسمت جلو باشه. بعد از دو سه زنجیره رو میزنیم و باز هم روی همین سه زنجیرهی که وصل کردیم یک پای بلند میبافیم به این حالت. دوستان، یعنی ما در هر پای بلند ما دو تا پای بلند دیگه میبافیم. یکی رو از رو زدیم، بعدی رو از قسمت پشت بافت. یکی، دومی را سعی کنیم که قسمت پشت پایین تر است پای بلند اولی بزنیم که روی هم قرار نگیره. خب بعدی رو به پای بلند دومی یا با سه زنجیره که حساب کنید سومی دوباره از قسمت جلو میبافیم. به هر پای بلند ما دو تا پای بلند بافته میشه. بعدی را از قسمت پشت دوباره و پنجمی را دوباره در پای بلند پنجمی از قسمت به همین صورت تمام ردیف را می بافیم. خب دوستان، پای بلند آخری را دو تا از قسمت پشت بافت دادیم. یعنی ما یک، دو، سه، چهار، پنج تا از قسمت رو پای بلند داشتیم و پنج تا از قسمت پشت که ده تا میشه. خب آخری رو از قسمت پشت زدیم و حالا به این حالت از قسمت جلو به بافت اولی وصل میکنیم. خب این به ازای اولین پای بلند ما یک دونه پای بلند حساب میشه.
و پای بلند دومی رو ما یکی و دوتا پای بلند میزن. در قسمت پشت سر هم ما این از پای بلند اولی، چون ما دوتا پای بلند زدیم، اینجا دوتا پای بلند داریم، دوتا پای بلند از قسمت پشت داریم، نخو میگیریم، پای بلند اولی رو یک پای بلند میبافیم، پای بلند دومی رو دوتا پای بلند میبافیم. دوباره دومه که شد هر کدوم سه تا. خب حالا دوتا پای بلند قسمت جلو، اولیشه یک تا میبافیم که همون یک دانه پای بلند، دومیشه دو دانه پای بلند میبافیم. دوباره قسمت پشت یک دانه، دومی را دو دانه می بافیم. خیلی آسان و بعضی موقع باید برای بافتن عقبی یکم برگردیم تا راحت تر بتونیم که بافت را انجام بده. خب دوستان، به همین روال کل ردیف را همه قسم می بافه. خب دوستان، این ردیف هم تکمیل کردیم. پای بلند قسمت پشت تمام میشه و باز همیه به قسمت زنجیر اول به این حالت با اسلیپ استیچ بس میکنیم. بس سه زنجیره. خب حالا ما یک دو سه تا داریم. دومی رو هم قسمت رو، خب سومی یا هم آخری پای بلند رو ما دوتا میبافیم همیشه، چه از قسمت پشت چه از قسمت جلو. دو سه چهار تا شد. از قسمت پشت بافت تو، خدا کنه که قسمت، بله درست بود. این میشه پای بلند دومی و پای بلند سومی را ما دوتا میزنیم. دیم شد یک دو سه چهار تا. دوباره پای بلندای قسمت جلو یکی دوتا سومی را که دوتا می بافیم. دوباره از پشت
چیه؟ دوتا سومی که دوتا به هم. حالا دوستان هر ردیف مثل ردیف های قبلی بافته میشه، فقط توجه داشته باشین در این قسمت اول که به زنجیره وصل میکنین از قسمت جلو نخو بگیرین، و حالی که ما 1 2 3 4 تا داریم، ردیف بعدی 5 تا میشه، بعدی 6 تا 7 تا، فقط قسمت پای بلند آخری را 2 تا پای بلند، 1 پای بلند دیگه اضافه کنیم. به همه قصه شما هر اندازه‌ای که خواسته باشین، فقط همه قسم همه ردیف ها را ببافید، 10 تا ردیف، 15 تا ردیف، 20 تا ردیف، هر اندازه‌ای که برای دستگیره شما لازم است همینطور تا آخر ببافید. بینندگان عزیز، ما این دستگیره را تا این حد بافتیم طوری که وقتی که حساب کنیم در هر کدوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13 تا پای بلند، یعنی دور آخر هر کدوم 13 تا پای بلند اضافه میشه. خب این ردیف ما خلاص شد. من 1 دانه دیگه قبلا جور کرده بودم و در این قسمتش قسمت آخر 1 تا دسته جور کردم که آویزان کنیم. خب اگر مایل باشین میتونین در این قسمت، چون که 13 تا هست، 7 میره در قسمت وسط قرار میگه، 1 2 3 4 5 6 7 در قسمت ای پای بلند 7 ما 1 دسته جور میکنیم، طوری که 1 2 3 4 تا زنجیره میزنیم و در همین زنجیره اول، زنجیره اول 1 پای بلند میزنیم. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره اول 1 پای بلند می بافیم. دوباره 1 2 3 4 که حالت دست مانند را بگیرش. می توانید فقط تنها زنجیره بزنید، هر استایلی که خودتان خوش دارین می توانید همون رقم ببافید. 1 2 3 4 و یه هم پنجمی که به نظر من 5 تا کافیه. باز امیره میاییم در همین جایی که بافتیم، پس دوباره بس میکنم. پای پنهان یا سلیپ استیچ میزنیم و دوباره ردیف خودم میبافیم که پای بلند قسمت پشت سر بود. پای آخری که 2 تا پای بلند اضافه میشه. خب دوستان ما
ردیف خود پایان رساندیم که آخری هم از قسمت جلو وصل میشه. حالی قیچی میکنیم و بسته میشه. خب دوستان، حالی انتهای نخ خود را پنهان میکنیم که باز نشه. همچنین ابتدای بافت را هم همین قسم باید پنهان کنیم و تا که رو باید از قسمت پشت پنهان میکردیم، فرق نمی کنه، طوری که فقط سر نخ دیده نشه. مشکل نیست که از کدام قسم و کدام طرف پنهان میشه. خب دوستان، حالی میایم از رنگ دیگه برای دور تا دور بافت استفاده میکنیم. خب ما بهتر است که از این قسمت یا از اینجا که بافت ما تموم شد شروع کنیم و رنگ دیگر را اضافه کنیم. خب دوستان، میایم دیگر اضافه میکنیم. فقط با استفاده از پای کوتاه دور تا دور بافته میبافیم. اینجا سعی کنید که این نخ داخل بافت خود بگیرن که بتونیم پنهانش کنیم سرشه. طور که میبینید این قسم پای کوتاه میزنیم. اضافه نخ میبریم. خب دوستان، فقط چیزی که متوجه باشین در قسمت گوشه ها پای کوتاه آخری را دو تا بزنیم و باز برمیگردیم این قسمت. این قسمت بهتر است برای که کار شما آسان تر بشه. این رقم قاد کنیم. وقتی که رقم قاد کردین یا تا کردین، دوباره از این قسمت شروع کنیم به پای کوتاه زدن. اولی را دو تا زدیم، بقیه را یکی یکی پای کوتاه می‌بافیم. فقط گوشه ها را یادتان باشه، در هر گوشه که رسیدیم آخری را و اولی را دو تا می‌زنیم که به حالت زاویه دار در بیه و بقیه را هم رقم پای کوتاه می‌زنیم.
خب این قسمتم خلاص شد تا این مرحله. خب ده قسمت ما 10 تا پای بلند که داشتیم، یکیش از روی یکیش از زیر میگرفتیم، این دوتا قسمت روی شسته، یک پای بلند دیگه داریم که قسمت زیر گرفتیم. قلاب خود به این حالت میگیریم، نخ میگیریم، یک پای کوتاه در این قسمت میزنیم و دوباره بر میکردیم به قول معروف پکه بعدی، پکه بعدی، و دوباره از همینجا شروع میکنیم طوری که به این حالت بیاد. دوستان باز هم برای آسان شدن کار این قسمت دستگیره رو تا میکنیم. خب دوستان کل دور تا دوره میبافیم، پای کوتاه میزنیم، فقط این قسمت وسط یادتون باشه یک پای کوتاه در قسمت وسط میزنیم و گوشه هایش دوتا از این طرف و دوتا از این طرف، 4 تا میزنیم که به حالت زاویه دار در بیه و بقیه رو همه قسم که در تصویر دیدید میتونیم همین رقم ببافیم. دوستان عزیز ای بافت را دور تا دورش بافتیم، قسمت گوشه های هر کدوم دانه ای که این طرف بالاست و دانه اینجا را هر کدوم دوتایی زدیم، یک پای بلندی که در وسط بود در قسمت روی پای بلندم یک پای کوتاه زدیم، یک دور تا دور همه رقم بافتیم. دستگیره ما تمام شد. شما میتونید به حالت خواسته باشین که حالت درو داشته باشه، پشتش هم یک قسمت ها رو ببافین مثل قبلی مثل روی دیگهش، یا میتونی دسته ها رو نبافین، یک دسته بلند از ای به ای دیگه بس کنی که جوره شوه، یا قسمت وسطش یا دکمه بانین یا کدام گل دیگه بانین. خب این سلیقه ای هسته، شما میتونی که هر رقم یا هر جور که دلتان خواسته باشه تزیین کنین و ببافین. امید است که متوجه شده باشین. دوستان عزیز اگر میخواین ویدیوهای جدید ما را هم ببینین، کانال ما را سابسکرایب لایک یادتان نره و میتونین نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در قالب کامنت برای ما بفرستین. امید است که ویدیو ما مفید واقع شده باشه. تا یک بافتنی دیگه وقتتان خوش، همیشه صحت و سعادتمند باشید.